رحمان رحیم، بهترین درودها و سلامها رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و گرامی میکنم و به تبعیت از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خدمت شما بزرگواران عرض درود و سلام دارم. سلام و رحمت و برکات الله متعال بر یکایک که شما بزرگواران. این افتخار رو داریم که در این ویژه برنامه که در حقیقت نگاهی به کتاب اصول ثلاثه هست در خدمت استاد شیخ هیثم سرحان باشیم، کارشناس علوم اسلامی و مدرس علوم اسلامی در مسجد النبی در شهر پیامبر صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین. در همین ابتدای برنامه ازشون تشکر میکنم و میپردازیم به مطالبی که ایشون در رابطه با کتاب اصول ثلاثه تقدیم حضور شما بزرگواران خواهد کرد. اولا ارحب بكم شیخ فی استودیو و نحن في خدمتكم ونورتم استوديونا. الله يبارك فيكم. الله يبارك. جزاكم الله خير واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلكم مباركين. الله يبارك فيكم شيخ، وطبعا المشاهدون يتمنون ان تكون الحلقه حلقه مفيده وتعرفون الحلقه للمشاهدين وندخل في الموضوع ان شاء الله. باذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بإذن الله تعالى نبدأ في هذا الدرس المبارك بدراسة متن مبارك معروف وهو متن الأصول الثلاثة إن شاء الله. روش ما در برنامه بینندگان عزیز و گرامی به این شکل خواهد بود که مطالبی کوتاه جناب استاد در رابطه با کتاب اصول ثلاثه ارائه خواهند داد. ایشون بعد از اینکه خطبه حاجت رو، مطالبی رو که به نص سنت نبوی ثابت هست خوندند و شنیدیم، به اتفاق گفتند که در این برنامه ان شاء الله به متن بررسی متن مبارک کتاب اصول ثلاثه خواهیم پرداخت و در این رابطه مطالبی تقدیم حضور شما بزرگواران خواهد شد. هذا الدرس باذن الله تعالى يكون كالمدخل لدراسه هذا المتن المبارك، مدخل أو تعريف بكيفية دراسة هذا المتن. وإن درس إن شاء الله درباري چگونگی بررسی این متن خواهد بود و این یک مبحث ورودی و در حقیقت مقدمی بر این مجموعه مطالب خواهد بود. قبل أن نبدأ بدراسة هذا المتن المبارك نريد أن نسأل عن أسئلة خمسة. قبل از اینکه بخوایم در رابطه با عموم این مطلب و متون وارد بحث بشیم، ابتدا و قبل از همه اینها به پنج مسئله خواهیم پرداخت. لماذا ندرس التوحید اولا؟ اول اینکه چرا به بررسی توحید میپردازیم؟ و لماذا اخترنا دراسه هذا المتن؟ و چرا این متن رو، یعنی متن کتاب اصول ثلاثه رو برای این مبحث انتخاب کردیم؟ و ما هی الاصول الثلاثه؟ و سوم اینکه اصول ثلاثه چی هست؟ اصول سگانه. وما هي الثمرة من هذه الدراسة أو الفائدة؟ ومبحث چهارمین هست که ثمرات و نتایج این روشی که در پیش گرفتیم و این کاری که انجام میدیم چی هست؟ وعلى ماذا يحتوي هذا المتن من مباحث؟ و همه این مباحث چگونه به پایان میرسه و خاطره این مطالب چگونه خواهد؟ السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ و سؤال و مبحث اول این هست که چرا به توحید میپردازیم و توحید رو مورد بررسی قرار میدیم. لان بعض الناس يقول لماذا ندرس التوحید، نحن لسنا بحاجه لدراسه التوحید. چرا که برخی از مردم میگن که چرا ما اساسا توحید رو بررسی میکنیم و به همچین مبحث و موضوعی میپردازیم؟ ندرس التوحید لان الله سبحانه وتعالى خلقنا لهذا للتوحید. علت این که به توحید میپردازیم این هست که الله متعال ما رو با هدف محقق ساختن توحید و برای توحید آفریده. ولا يقبل الله سبحانه وتعالى اي عمل الا بالتوحيد. و الله متعال هیچ عملی رو نمیپذیره و قبول نمیکنه مگر با توحید. ولا يدخل الجنه الا موحد. و کسی وارد بهش نمیشه مگر موحد. دعوه الانبیاء والرسل عليهم الصلاه والسلام. و توحید دعوت همه انبیاء علیهم الصلاه والسلام هست. و ارسل الله سبحانه وتعالى الانبیاء والرسل عليهم الصلاه والسلام حتى يدعو الناس الى توحيد الله. والله متعال فرستادگان خودش رو فرستاده تا مردم رو به سوی توحید دعوت بدند. سبب الاستقرار الامن. و توحید سبب ایجاد امنیت و استقرار و امنیت هست. والهدایه.
و همچنین سبب هدایت هست و طمأنینه و سبب آرامش و طمأنینه هست و سبب لشفاعت النبی صلی الله علیه و سلم و توحید سبب برخورداری از شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست و سبب لتکثیر الحسنات و این توحید هست که سبب افزایش خوبی ها و حسنات هست و تکفیر السیئات و سبب آمرزش گناهان هست ثم نسأل ای انسان عن التوحید نسأله عن التوحید هل انت موحد؟ از این روز که از هر انسان میپرسیم که آیا تو موحد هستی؟ تقول نعم انا موحد و ادعا داره و میگه که بله من موحد هستم ما هذا التوحید الذي تدعی؟ اما اینجاست که این سوال مطرح میشه این توحیدی که تو ادعا داری و میگی که موحد هستم چیه توحید فاذا عرف التوحید بما جاء به النبی علیه الصلاه والسلام هذا معناه انه موحد اگر در واقعیت امر توحید رو آنگونه تعریف کرد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معرفی کردند و تبلیغ کردند به راستی که او موحد هست و اذا كان لا يعرف التوحید نقول هذه الشهاده نسال الله العافيه والسلامه هي شهاده زور باطله و اگر نتونست دقیق توحید رو تعریف کنه در حقیقت او یک ادعای دروغینی مطرح کرده که بیپایه است ثم نسأل ايضا هل انت مشرك؟ همچنین این سوال خطاب به او مطرح میشه که آیا تو مشرک هستی؟ یقول لا اعوذ بالله انا لست بمشرك و هیچ کسی نمیگه من مشرک هستم میگه پناه بر خدا من مشرک نیستم ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك اینجاست که این سوال مطرح میشه پس شرکی که الله حرام گردانیده چیست؟ اذا قال لا ادري نقول لعلك واقع في شيء من الشرك وانت لا تدري عنه بله چه بسا انسان مرتکب عملی میشه که شرک هست و خودش هم نمیدونه متوجه نیست وكيف ان الله سبحانه وتعالى يوجب عليك التوحيد وهو اوجب الواجبات واول الواجبات وانت لا تدري عنه عجیب هست چطور میشه که الله متعال بزرگترین وظیفه رو فهم توحید و حقیقت توحید و خود توحید قرار داده باشه و این بزرگترین واجبات باشه و تو ندونی که توحید چیست و یحرم الله سبحانه و تعالی عليك الشرك وهو اعظم المحرمات وانت لا تدري عنه و بزرگترین چیزی که الله حرام گردانیده باشه شرک باشه و تو ندونی که شرک چیست الان مثلا رخصت القیاده للسیاره قیادت السیاره کیف تحصل على هذه الرخصه مثالی میزنن میگن که چگونه است که یک انسان میتونه به گواهینامه رانندگی دست پیدا بکنه و در واقع دارنده گواهینامه رانندگی باشه که بتونه رانندگی بکنه. لابد من الدراسه. شکی نیست که نیاز به آموزش داره. تدرس الاشیاء التي لابد ان تاتي بها. و باید مسائلی رو که مرتبط با رانندگی هست یاد بگیره. والاشیاء التي تمتنع منها. و همچنین کارهایی که در ضمن رانندگی ممنوع هست باید بدونه که چی هست و باید در این رابطه آموزش ببینه. و بعد هذا تاخذ رخصه القياده بعد الاختبار. و بعد از مراحل مختلفی هست که رانندگی یاد میگیره و مرحله آزمایش و آزمون میاد که به گواهینامه رانندگی دست پیدا کنه. كذلك الموحد لابد ان يعرف التوحيد ويعمل به ويعتقد. توحید هم همین گونه است که موحد نیاز داره که توحید رو بفهمه یاد بگیره عمل بکنه و آنچه رو که در برابرش هست ازش دوری بکنه ولا بد ان يعرف الشرك و در برابرش از شرک دوری بکنه که دونستن شرک ضرورت داره و يعتقد بطلان الشرك و معتقد باشه به بطلان و نادرستی شرک ولا يعمل به اطلاقا و به طور مطلق مرتکب شرک نشه اذا هذا هو السؤال الاول لماذا ندرس التوحيد این موضوع این موضوع بود و این مطلب بود که چرا توحید رو مورد بررسی قرار میدیم و ضرورت بررسی و آموزش توحید در چیست که این مطالب تقدیم حضور شما شد. فلو قال لك هذا نعم لابد من دراسة التوحید لماذا اخترنا دراسة هذا المتن المبارك الاصول الثلاثة اگر گفته بشی خب درست شکی نیست که توحید شناختش آموزشش ضرورت داره اما این سوال اگر مطرح بشه که چرا متن کتاب اصول ثلاثه رو در رابطه با این مطلب و این موضوع انتخاب کردیم؟ هناك كتب كثيره مؤلف التوحيد لماذا اخترنا هذا المتن بعينه کتاب‌های زیادی در مبحث توحید وجود داره اما ما چرا کتاب اصول ثلاثه رو انتخاب کردیم به رغم وجود کتاب‌های متعدد در این رابطه لاننا طلاب برای اینکه ما جویندگان و پژوهندگان و خواهندگان علم و دانش هستیم الطالب لابد له في طلب العلم من الرجوع الى العلماء الربانيين و هر طالب و هر دانشجو و هر پژوهشگری چاره و گریزی جز این نداره که در زمینه اون علم و تخصص به علما که در این فن باید به علمای متخصص و علمای ربانی مراجعه بکنه ولان طلب العلم عباده و برای اینکه
طلب علم عبادت هست. والعبادة حتى تقبل لابد فيها من إخلاص ومتابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبرای اینکه یک عبادت مقبول باشه دو شرط داره، دو رک داره و اون اینکه مخلصانه باشه و درش پیروی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشه. فليس لي او لك مثلا ان تقدم وتؤخر الكتب، هذا لابد ان نبدا به وهذا لا نبدا به، هذا ليس لي ولا لك، هذا لكبار العلماء. و این نکته رو مطرح فرمودند که تصمیم گیری در این باره که چه کتابی رو اول بخونیم و چه کتابی رو آخر و در واقع یک نظام آموزشی در این رابطه بخوایم انتخاب بکنیم با ما نیست، این جزء کار شیوه و وظیفه است که علمای بزرگوار انجام میدن. فرجعنا العلماء الربانی، کبار العلماء، بماذا یبدا الطالب؟ قالوا یبدا بالتوحید. و هنگامی که به علمای بزرگوار و کبار علما مراجعه میکنیم که چگونه شروع بکنیم، اونها میگن که از توحید آغاز بکنیم. و یبدا فی التوحید بهذا المتن المبارک الاصول الثلاث، و در زمینه توحید توصیه میکنند که به این کتاب ارزشمند مراجعه بکنیم و از این کتاب آغاز بکنیم. نعم، بعد هذا السؤال الثالث، و بعد از این موضوع سوم و سوال سوم پیش میاد. ما هي الاصول الثلاثه باختصار؟ به اختصار و به طور مختصر اصول ثلاثه یعنی اصول سگانه، سه اصل مهم در این مبحث چیست؟ الاصول الثلاثه باختصار هي اسئله القبر. اگر بخوایم مختصر بگیم اصول ثلاثه یا اصول سگانه همون سه سوالی است که در قبر از همه میپرسند. كل واحد منا يسال في قبره في قبره عن من ربك وما دينك ومن نبيك عليه الصلاه والسلام. از هر یک از ما در قبر سوال میشه که پروردگار تو کیست؟ پیامبر تو کیست و دین تو چیست؟ اذن هذه الاصول الثلاثه باختصار اسئله القبر، سوالات قبر، همون سوالاتی که در قبر از همه ما میشه همون اصول سگانه هست. بعد هذا السؤال الرابع، ما هي الثمره من دراسه هذا المتن المبارك، ما الفائده؟ اینجاست که سوال چهارم و موضوع چهارم مطرح میشه و اون که ثمرات و نتایج پرداختن به این اصول ثلاثه از همه ابعادش از هر نظر فواید و ثمراتش چی هست؟ الفائده اننا اذا تعلمنا هذه الاصول الثلاثه، نعم، فایده این هست که وقتی که ما این اصول ثلاثه یعنی این اصلهای سگانه رو بیاموزیم فایدهش رو میگن استاد. ثم عملنا بها، سپس بهش عمل کردیم. ثم دعونا الیها، سپس به این اصول سگانه دعوت دادیم. ثم صبرنا اولا على العلم ثم على العمل ثم على الدعوه، سپس بر این علم و بر این عمل و بر این دعوت صبر نمودیم و پایداری ورزیدیم. اذا فعلنا هذا باذن الله نجيب عن اسئله القبر، اونجاست که وقتی که این گونه روی کردی داشتیم میتونیم در قبر پاسخگوی این سوالات باشیم و موفق از پاسخگویی به این سوالات بیرون بیاییم. و هذه ثمره ما احسنها من ثمر، و آیا ثمره و نتیجه بزرگتر و ارزشمندتر و نیکوتر و بهتر از این هست؟ السؤال الخامس وهو الاخير، و سوال پنجم که سوال آخری هست. على ماذا تحتوي هذه الاصول الثلاثه، او اذا اردنا ان نفهرس هذا المتن ونعرف ما فيه نستطيع باذن الله ان نفهرس او نقسم هذا المتن الى خمسه اقسام. در بحث پایانی میتونیم این مبحث رو به پنج بخش و به پنج مساله تقسیم بندی بکنیم. نعم، القسم الاول في هذا المتن المبارك المسائل الاربع، اولین مسئله‌ای که در این بخش مطرح میشه مسائل چهارگانه است. ثم المسائل الثلاثه، سپس مسائل سگانه. ثم لماذا ندرس التوحید، و سپس این مبحث که چرا توحید رو بررسی میکنیم، آموزش میدیم و آموزش میگیریم. ثم شرح الاصول الثلاثه، و سپس به شرح اصول ثلاثه یا اصول سگانه میپردازه. ثم خاتمه هذا المتن المبارک، و سپس پایان این متن مبارک و خجسته. نعید، باز تکرار میکنیم. المسائل الاربع، مسائل چهارگانه. ثم المسائل الثلاثه وهي غير الاصول الثلاثه، و سپس مسائل سگانه که این مسائل سگانه غیر از اون اصول سگانه ای هست که همون سوالات قبل محسوب میشه. ثم لماذا ندرس التوحید، و مسئله سوم این که چرا به بررسی توحید میپردازیم. ثم شرح الاصول الثلاثه، و سپس شرح اصول ثلاثه است. ثم خاتمه هذا المتن المبارك، و پنجم ختم و پایان این متن مبارک. اذا هذا الدرس الاول في المدخل الى دراسه هذا المتن المبارك. استاد میفرمان که بدین ترتیب به
بخش پایانی مقدمه این مبحث برداختیم که این مبحث خودش به شکل یک مدخل و ورودی به اصل مطلب هست. اسال الله سبحانه و تعالی لی و لکم التوفیق و السداد و الله اعلم و صلی الله علی نبی محمد و علی و صحبه و سلم. استاد برای همه ما دعا کردند که الله متعال بهمون توفیق و این لطف و مرحمت رو عنایت بکنه که بتونیم در مسیر درست باشیم و ما هم از الله متعال همین رو میخواییم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. این متن و این مجموعه دروس به همین شکل مختصر تقدیم و حضور شما بینندگان عزیز و گرامی خواهد شد. اجازه بدید که در پایان نخستین قسمت از این برنامه خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی یادآوری بکنم که این مجموعه برنامه در چند قسمت به این شکل آموزشی انشاءالله ادامه خواهد داشت و عموماً کلید واژه‌ها و مطالب اساسی است که توسط استاد شیخ هیثم سرحان مدرس علوم اسلامی در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و در شهر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم و حضور شما بینندگان عزیز و گرامی میشه. ممنون و سپاسگزارم که با ما همراه بودید. یکایک که شما بزرگواران رو به الله یگانه معبود بر حق می سپارم. الله نگهدارتون.